با ما همراه باشید با ایران آزادی. افشاگری تکان دهنده یلدا دهقانی از شکنجه و تعرض در زندان لاکان رشت. زندانی سیاسی یلدا دهقانی بخشی از جنایت دستگاه سرکوب حکومتی را افشا کرد. یلدا دهقانی یک زن جوان اهل انزلی است که در جریان قیام 1401 فعالیت داشت. او به دلیل همین فعالیت‌هایش بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت. او که با گذاشتن وثیقه از بازداشت آزاد شده بود تا منتظر دادگاه باشد، از فرصتی برای خروج از ایران استفاده کرد و اول خرداد ماه 1403 از ایران خارج شد. یلدا دهقانی به فاصله کوتاهی بعد از خروج از ایران با یک کانال اینترنتی به صورت زنده حقایقی را در مورد زندان و تجاوز در زندان مطرح کرد که در نوع خودش بی‌نظیر است. این خانم جوان که گرداننده یک سالن زیبایی زنان بود از همانجا تحت تعقیب قرار گرفت و در خانه پدریش بازداشت شد. یلدا دهقانی در این مصاحبه زنده از تجاوز توسط سروان مهران نیکخواه معاون اداره آگاهی انزلی و نیز تجاوزهای مکرر و جمعی در زندان لاکان رشت سخن گفت. حقایق باور نکردنی که اگرچه بسیاری از مردم و به خصوص زنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شاهد آن بودند، اما ابعاد فاجعه و جنایت اکنون چنان سیستماتیک و فراگیر شده است که دیگر جای کتمان ندارد. شجاعت خانم یلدا دهقانی در بیان وحشیگری و درندخویی مزدوران خامنه‌ای در زندان و دستگاه قضایی باید نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به وظایفشان در وضعیت نقض حقوق انسان‌ها در دیکتاتوری دینی هوشیارتر سازد. یلدا دهقانی و درد پنهان. یلدا دهقانی در این مصاحبه طولانی از وضعیت بازداشت خود، وضعیت زندان لاکان رشت، زنان همرسمی که به سرنوشتی مشابه دچار شدند و از تصمیم خود برای خودکشی بعد از تجاوزهای مکرر سخن گفت. علاوه بر همه اینها، او از تلاش و استراتژی شکنجه‌گران برای سوق دادن او به سمت خودکشی سخن گفت. او میگوید بعد از آزادی موقت، وقت و بی وقت به من از شماره‌های ناشناس زنگ می‌زدند و می‌گفتند چرا قبل از دادگاه خودکشی نمی‌کنی؟ ما که نمی‌گذاریم تو پایت به دادگاه بکشد. قبل از اینکه همین بلا را سر مادر و خواهرت بیاوریم، خودت را با قرص بکش. یک برگه وصیت هم بنویس که به دلیل مشکل مالی خودکشی کردم. یلدا دهقانی که به سختی قادر به کنترل احساسات خود بود، گفت من تنها به این دلیل اینجا نشستم و دارم حرف میزنم که نمیخواهم به سرنوشت نیکا شاکرمی و یلدا آقا فضلی دچار شوم. من آمدم به صراحت به مردم بگویم که چه بلایی سرمون آوردند. میخواهم بگویم که اینها چه بر سر زنان و دختران شما در زندان آوردند. یلدا دهقانی همچنین فاش میسازد که همان سروان نیکخواه معاون آگاهی انزلی که به او تجاوز کرد، پیشتر از شوهر این خانم 20 سکه به عنوان رشوه دریافت کرده بود تا او را مورد شکنجه قرار ندهد. داستان یلدا دهقانی قصه روایت ناشده همه زنانی است که بیش از 4 دهه است در دخباها و زندانهای رژیم ولایت فقیه شکنجه شدند و کسی صدایشان نبود. یلدا دهقانی که بود. روز چهارشنبه 3 آبان ماه 1402 یلدا دهقانی شهروند ساکن انزلی با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شد. در اواسط تیر ماه سال 1402 یلدا دهقانی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه رشت منتقل شد و نهایتاً به زندان لاکان رشت انتقال یافت. اتهام این خانم جوان آتش زدن مراکز بسیج و حوزه علمیه اعلام شده بود.